با سلام خدمت دوستان عزیز، مهدی عباسی هستم، در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از آموزش زبان جاوا اسکریپت. این جلسه ما مثل جلسه قبل می‌پردازیم به آرایه ها. خب چیزای زیادی در مورد آرایه هست که ما باید اونها رو یاد بگیریم. یکی اینه که چطور میتونیم اون یک به قول معروف مقدار قبلی یک آرایه رو دست بزنیم. من کد اینجا رو پاک میکنم. تو خونه پنجم که با ایندکس 4 اینجا دیده میشه، ما چهارشنبه رو ذخیره کردیم. من میام اینو تغییرش بدم، اینجا می‌نویسم دیز، یعنی هر وقت ما بخوایم مقدار یه خونه ای رو دست بزنیم کافیه که نام آرایه رو بنویسیم، شماره اندیس رو بنویسیم و مقدار جدید رو بهش بدیم. من 12 12 می‌نویسم. خب حالا اونو در خروجی نشون میدم. خب رفرش میزنم، ببینید شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه نداریم، 12 12 به جاش قرار گرفت. پس ما میتونیم با از این طریق مقدار قبلی یک آرایه رو دست بزنیم، یعنی نام آرایه رو مینویسیم، بعد علامت کروشه باز، اندیسی که میخواییم دست بخوره، کروشه بسته و بعد اون چیزی که میخواییم. بعد آرایه ها میتونن ما به جز هر چیزی عدد میتونیم عدد ذخیره کنیم، هر چیز دیگه ای که دوست داریم، مثلا 1385 عدد ذخیره میکنم، هیچ فرقی نداره. ببینید به صورت عدد ذخیره شده، اینجا دیگه رشته نیست، عدده. حتی میتونه شامل یک آرایه دیگه باشه. سه تا رنگ می نویسم، رد، بلو، گرین. بخشید باید رشته می نوشتم که سه تا مقدار دیگه بهش میدم. این یکی رو عدد میدم، مثلا 8. ببینید خانه شماره 4 حالا خودش یک آرایه دیگه توش هست، به این شکل در میاد. ببینید یک آرایه 3 عضوی. ببینید شماره 4 باز میکنم به این شکل، اندیس 0ش 8، اندیس 1 بلو، اندیس 2 گرین. پس ببینید ما آرایه های خود یک عضو از آرایه میتونه آرایه بشه. حالا چجوری میتونیم به این یکی دسترسی داشته باشیم؟ این یکی به این شکله که من میخوام به خونه دوم دسترسی داشته باشم، به بلو. میام اینجا میگم که اندیس، ببخشید، اندیس 4 شماره 1. خب الان این چیزی که در خروجی چاپ میشه بلو هست، ببینید بلو. خب پس ما میتونیم آرایه تو در تو رو اینجوری با زدن نوشتن کروشا بهشون دسترسی داشته باشیم. اگه گرین رو بخوام، خب اندیسش 2 دیگه، گفتیم از 0 شروع میشه، این 0، این 1 و این 2. خب رفرش میزنم و گرین درست شد. یک مورد دیگه که در مورد آرایه ها هست، ببینید آرایه ها در جاوا اسکریپت آبجکت به حساب میان. آبجکت ها چه، قبلا براتون توضیح دادم، فرض کنید یک جعبه است که پر دستور و داده است که ما میتونیم با نوشتن نام اون جعبه و بعد علامت نقطه اون دستوری رو که لازم داریم و فراخوانی کنیم. مثل همین کنسول دات لاگی که ما استفاده میکنیم، از جعبه کنسول من نقطه میذارم و دستور لاگ رو فراخوانی میکنم، استفاده میکنم. آرایه هم مثل جعبه ها رفتار میکنن. یکی از اون کارهایی که انجام میدن، یکی از متدهایی که داره تو استرینگ هست. من اینجا نام آرایه رو مینویسم، دیز نقطه تو اس استرینگ رو بزرگ باید بنویسید، تو استرینگ. تو استرینگ آرایه رو به یک رشته به متن تبدیل میکنه. هر گاه ما بخوایم یک آرایه رو به متن تبدیل کنیم، کافیه که از متد تو استرینگ استفاده کنیم. و اونجا ببینید بین هر آرایه و هر عضو یک کاما میذاره و اونا رو از هم جدا میکنه. پس برای به رشته تبدیل کردن یک آرایه ما کافیه از متد تو استرینگ اون خود آرایه استفاده بکنیم. نام آرایه رو مینویسیم، علامت نقطه میذاریم و در انتها اون دستوری رو که لازم داریم رو می نویسیم. عبارت بعدی، دستور بعدی که می خواهیم اون رو با هم کار بکنیم، جوین هست. من اینو توی یک متغیر دیگه ذخیره می کنم، var m، متغیری به اسم m می سازم. می خواهم که همه اینا رو تو به هم دیگه وصل بکنم، تمام اعضای آرایه رو، days نقطه join. از متد جوین استفاده میکنم، فقط این یک پارامتری میگیره. ما تو استرینگ که دیدید که با کاما از هم جداشون میکرد، اینجا اون چیزی رو که دوست داریم مینویسیم. میخوام بینشون علامت خط تیره بذاره، یک فاصله، یک خط تیره و یک فاصله دیگه بین هر کدوم. پس اینا رو به هم دیگه میچسبونه و بین فیما بینشون این علامتی رو که من اینجا گذاشتم قرار میده.
چه در خروجی چاپش نکردیم. m کنسول.لاگ m بذارم ببینید به این حالت. میتونم از علامت ستاره اسم بگم بینشون سه تا ستاره بذارم، همه رو به هم وصل میکنه، یک رشته تکی میسازه و بین هر کدوم سه تا ستاره میذاره. اینجوری اینم یک متد دیگه است. آرایه ها مورد بعدی متدی است به اسم پاپ. این متد آخرین عضو یک آرایه رو از بین میبره. ببینید اینجا من میگم که دیز رو یه بار دیگه در خروجی میگم بنویسه. خب دیز نقطه پاپ، این دستور آخرین عضو آرایه که جمعه هست رو باید از بین ببره. ما میزنیم ببینید الان جمعه رو ندارم دیگه، پس دستور پاپ آخرین عضو یک آرایه رو از بین میبره. بعد اینا میتونن جواب هم داشته باشن. ما اگه بخوایم جوابش رو به دست بیاریم، میگم جواب رو بذار اینجا و من امروح در خروجی چاپ کنم ببینم. ببینید که اون چیزی رو که پاک کرده رو برمیگردونه، پس دستور پاپ آخرین عضو یک آرایه رو از بین میبره و اونو برمیگردونه. ما میتونیم حالا لازم نیست، شاید جوابم نیاز نداشته باشیم، میتونیم اگه بخوایم استفاده بکنیم بدونید که آخرین عضوی که حذف شده چیه. خب اونو تو یک متغیر ذخیره میکنه و در خروجی نشونش میدید. در مقابل اون دستوری است به اسم شیفت. شیفت اولین عضو یک آرایه رو حذف میکنه. ببینید الان شنبه هست شد، الان من میگم کنسول و اون رو بر میگردونه و در انتحال من میگم دیز رو هم چاپ بکنه. اون چیزی رو که حذف کرده برش میگردونه. ما میتونیم اونو تا خالی متغیر ذخیره کنیم. اگه نیازی به ذخیرش ندارید میتونید که به همین شکل بین همین دستور باز میشه اولین عضو یک آرایه حذف بشه، ولی من میخوام که اونو در خروجی نشونتون بدم. ببینید شنبه رو حذف کرده، اینجا ببینید تو آرایه نیستش. حالا که دیگه دیز رو میذاریم. مورد بعدی اینه که ما میخوایم چجوری میتونیم به انتهای یک آرایه چی به اصطلاحاً طول یک آرایه رو اگه اشتباه نکنم جلسه قبل بهتون گفتم چجوری به دست میاد با لن. ما اگه بخوایم میتونیم بنویسیم لن طول یک آرایه رو به دست میاریم، درسته؟ الان طول یک آرایه رو باید واسه من در خروجی بنویسه، هفت عضو، درسته؟ با لن میتونیم به دست. اگه بخوایم با آخرین اندیس یک آرایه دسترسی داشته باشیم میتونیم از همین روش استفاده کنیم. من میخوام که یک کلمه ای رو به اسم مثلا اسم خودم رو به آخر این آرایه استفاده اضافه کنم، دیز. خب من نمیدونم اندیس آخر چی هست، میام از این روش استفاده میکنم، دیز نقطه لن. همیشه طول تعداد این میشه اندیس آخر دیگه. طول یک آرایه چون از صفر شروع میشه میتونیم میشه طول آرایه، یعنی اندیس همیشه از صفر شروع میشه، درسته؟ پس آخرین اندیس همیشه طول آرایه منهای یک هست. الان این معادل این خونه یه که اینجاست، این 6. ولی من میخوام تو خونه هفتم، یعنی تو آخرین خونه چی بزنم. این یک کلکی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، یک ترفند اصطلاحا که با آخر آرایه‌مون چیزی اضافه کنیم. پس به خونه هفتم من الان این یک راه حل یک چیزی اضافه کردم. خب بعد اینجا دیزو میگم بنویسه، ببخشید ببینید طول شد 8. حالا رفرش میزنم ببینید مهدی عباسی هم به آخر آرایه اضافه شد. حالت بعد اینه که بخوایم به آخر یک آرایه چیزی رو اضافه کنیم، میتونیم از متد پوش استفاده کنیم، دیز نقطه پوش. یک داده رو هر چیزی رو که بهش بدیم به آخر آرایه اضافه میکنه. مهدی میتونیم چند تا بهش بدیم، کاما میذارم. مورد بعدی رضا، مثلا میگم این دوتا رو به آخر آرایه اضافه بکن. ببینید مهدی و رضا اضافه شدن. خب میتونم سه تا بهش بدم، مثلا بگم محسن رو هم اضافه بکن. این سه کلمه رو من ببینید سه عضو دیگه. پس متد پشت به آخر آرایه یک چیزی رو اضافه میکنه. برای افزودن و اول آرایه یک آرایه، اگه بخوایم یک چیزی رو به اول یک آرایه اضافه آرایه که از قبل وجود داره اضافه کنیم، از متد آن شیفت استفاده میکنیم. شیفت چیکار میکرد؟ عنصر اول از بین میبرد، آن شیفت یک چیزی رو اضافه میکنه. من میخوام کلمه مهدی رو به اول آرایه هم اضافه بکنم. ببینید مهدی به اول آرایه اضافه شد. خب مورد بعدی میتونه البته میتونه چند تا رو بذارید، مثلا بگم دو تا دیگه، مثلا سعید دو عضو، میگم این دو عضو به اول آرایه اضافه کن برای من. ببینید به راحتی
مورد بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم اینه که اگه بخوایم وسط یک آرایه چیزی رو اضافه بکنیم باید چی کار بکنیم. اونجا میتونیم از متدی به اسم اسپلایس استفاده بکنیم. دیز نقطه اسپلایس، ببینید متد اسپلایس باب این چندین عضو رو قبول میکنه. اولین اون جاییه که میخوایم اضافه بشه، من میخوام اینجا یعنی بعد یک شنبه اضافه بشه. یعنی مثلا تو خونه دو، از تو خونه دو اضافهش بکن. میتونیم بگیم چند تا رو حذف بکن، اینو بذار جاش، هیچی رو من نمیخوام حذف بکنم، فقط میخوام که یه چیزی رو اضافه بکنم. و در پارامتر سوم اون چیزی رو که میخوام مینویسم، مهدی. پس الان باید بعد از یک شنبه، یعنی اینجا جلو قبل دوشنبه به بعد از یک شنبه، یعنی عضو دوم، اینجا میخوام اضافه بشه. میزنم ببینید شنبه یک شنبه مهدی دوشنبه، حالا جلو میره. خب حالا اگه یک بذارم چی میشه؟ از اون جایی که تعیین کردیم پاک میکنه به تعدادی که اینجا نوشتیم. خب ببینید دوشنبه حذف شد. خب پس یعنی این اسپلایس دو کار است، هم واسه اضافه کردن یک عضو ما وسط آرایه میتونیم استفاده کنیم، هم برای پاک کردن یک عضوی از وسط. میخوام بگم از عنصر دوم شروع بکن و تا چهارم به سه دو عضو حذف بکن، یعنی از اینجا شروع بکن و دو عضو برای من دوشنبه و سه شنبه پس اینجا باید حذف بشن. ببینید شنبه یک شنبه، دوشنبه سه شنبه نیستشون دیگه. خب و حالا اگه صفر بذاریم میتونیم و پارامتر سوم گفتیم میتونیم به جای موقعی هم که پاکشون میکنیم یه چیزی رو هم جاشون بذاریم. مثلا من میگم از دوشنبه از دو شروع بکن، دو عضو پاک بکن و جاشون بنویس، جای یکیشون بنویس رضا، جای اون یکی بنویس محسن و یکی دیگه هم اضافه میکنم به اسم سعید و ازش میخوام که اینا رو از این دوتا از اینجا تا اینجا از اون خانه دوم شروع کنه، دو عضو پاک بکنه. اینجا گفتیم اگه صفر بذاریم چیزی پاک نمیشه و اینا رو اضافه بکنه. پس اسپلایس برای هم برای اضافه کردن یک عضو در وسط یک آرایه استفاده میشه، هم برای پاک کردن از اون. ببینید این چیزی رو که خواستم قشنگ انجام شد. این هم از اسپلایس. متد بعدی اینه که بخوایم چند تا آرایه رو با هم ترکیب بکنیم. خب من یک آرایه دیگه میسازم، اسمشو میذارم بار کالر، رنگ توش مینویسم مثلا رد، بلو، گرین. این هم یک روش معرفی آرایه است. گفتیم آرایه ها رو میتونیم اینجوری هم معرفی بکنیم، یا اینجا مثل اینجا اول با نیو آره یک آرایه میسازیم، یا اینکه نه یه دوتا علامت کروشه باز میذاریم و مقادیر رو داخل اینجا با کامو از هم جدا میکنیم. الان یک آرایه سه عضوی رد، بلو، گرین. خب من میخوام این رو با دیز با هم ترکیب بکنم. اینجا میتونیم از متدی استفاده بکنیم به اسم کانکاتنیت. این جوابو برمیگردونه. اینجا میذارم وار نیو آرایه جدید، آرایه جدید برابر با اون آرایه این حالا نیو نمی‌نویسیم، مثلا آرایه این کلمه کلیدی نیو رو نمیتونیم استفاده بکنیم، میگیم که مثلا آرایه دو برابر با دیز دات نقطه کانکت مخفف کانکاتنیت یا جمع کردنه نام اون آرایه‌ای که می‌خوایم با دیز جمع بشه رو می‌نویسیم اینجا کالر. خب الان این کانکت باعث میشه که اون آرایه‌ای که ما اینجا می‌نویسیم با این یکی با هم ترکیب بشن و تو این آرایه دو قرار بگیرن. من اگر اینجا رو رفرش بزنم خب ببینید آرایه دیز رو با هم نوشته، جوابش میاد تو اون چیزی که ما اینجا نوشتیم تو آرایه دو. خب حالا رفرش رو می‌زنم ببینید با هم دیگه ترکیب شدن، شنبه یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، رد، بلو، گرین. پس می‌تونیم با کانکاتنیت اینا رو با هم جمع بکنیم. حالا یک آرایه دیگه می‌سازم به اسم وار نیمز برابر است با مهدی رضا سعید. این سه عضو دارم. خب حالا بازم میتونم اینجا بگم اینها رو من میخوام با هم دیگه جمع کنم، میتونم یک عضو دیگه هم بهش بزنم بگم نیمز رو هم اضافه کن. خب اگه بخوام نه اینها اضافه میشن به دیز. حالا من میگم نه نیمز اول باشه، نیمز نقطه کانکت جمع بشه با کالر، با رنگ ها کالر، جوابش ریخته بشه داخل یک آرایه. این دوتا رو با هم دیگه ترکیب بکن و اینو برمیگردونه، میریزیمش تو آرایه دوم که اینجا نوشتیم و جوابو در خروجی نگاه میکنیم. ببینید جواب در خروجی اومد. حالا میخوام بگم همه رو با هم ترکیب بکن، دیز رو هم میخوام اضافه بکنم. پس با متد کانکت میتونیم آرایه رو با هم ترکیب بکنیم که جوابش میشه یک آرایه جدید.
ببینید، پس همینطور که میبینید ما اینجا تونستیم آرایه های زیادی رو درست کنیم. یک مورد دیگه هست این که بخوایم یک آرایه رو ما برش بزنیم، یک تیکه ای از یه آرایه رو بکنیم. خب میتونیم از یک متدی استفاده بکنیم به اسم اسلایس. خب من اینجا مینویسم var آرایه دوم برابر است با، میخوام این از دوشنبه تا پنجشنبه تا چهارشنبه رو من داشته باشم. اینجا پس مینویسم days، میخوام یه برش از اینجا یه تیکه ای از این آرایه رو بکنم، ذخیرش بکنم داخل یک متغیر دیگه توی یک آرایه دیگه. slice مینویسم. خب برش از کجا شروع بشه؟ از کجا ما گفتیم از دوشنبه، از خونه دوم شروع بشه. تا چند تا میخوایم گفتیم؟ تا چهارشنبه میخوایمش دیگه. خب پایان برش هم میشه، خب این میشه چهارشنبه، یعنی چهار اینجا از اینجا شروع بکنه برش بزنه تا اینجا، جوابم در خروجی بنویسه. نگاه میندازیم ببینیم دوشنبه سه شنبه. ببینید دو اون آخری خودش حساب نیست، یعنی از این شروع میشه یک دو تا اولین این حساب نمیکنه. خب تا قبل از اون، پس ما چهارشنبه رو اگه بخوام باید 5 رو بذارم، بنویسم 5 و تا عنصر 5. پس ببینید از کدوم عنصر شروع بشه و تا کدوم عنصر جلو بره. میتونم بگم از عنصر اول صفر شروع بکن و تا اگه دو این تا اینجا بخوام تا دوشنبه یک شنبه دو شنبه رو بخوام بعد اینجا بنویسم 3. این خود 3 شاملش نمیشه، میشه 1 2 تا اینجا، تا اینجا که رسید دیگه اینو شاملش نمیشه. پس از اینجا میشه تا اول این. اینم به قول معروف متد اسلایس به این روش کار میکنه. خب مثلا میخوام بگم از عنصر چهارم شروع بکن و تا انتهای عنصر ششم. خب این باعث میشه گفتیم تا اول ششم، یعنی خود چهارشنبه و پنجشنبه جزوش میشن ولی خود شش جزوش نمیشه. خب اگه بخوایم تا آخر برش بره این دومی رو نمینویسیم دیگه، میگیم از چهار شروع بکن برو تا آخر، یعنی از چهار پنج شش همجوری تا آخر میره. ببینید جمعه هم جزوش حساب شد. حالا امیدوارم از این جلسه استفاده لازم برده باشید. تمام اون دستورات لازمه رو با هم تمرین کردیم و دیدیم که آرایه ها که در اصل آبجکت هستن، شی هستن، چه متدهایی دارن و چگونه میشه از اونها استفاده کرد.